بیننده های عزیز سلام عرض می کنم، هموطنان بسیار گرامی. نام من نور احمد خالدی است و امروز می خواهم در مورد مسائل بسیار مهمی که در پیش روی از در افغانستان خدمت شما صحبت کنم. قرار است در افغانستان دو انتخابات بسیار مهم صورت بپذیره یا انجام شود. یکی انتخابات شورای ملی است، یعنی ملیسه جرگه، که نماینده های ملت برای دور بعدی باید انتخاب شوند، و دومی انتخابات شوراهای محلی یا شوراهای ولسوالی هاست که ای باید همزمان با انتخابات ولسی جرگه تکمیل شود. بعدا البته در یک برنامه دیگه ما فرصت خود یافتیم تا در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صحبت کنیم. چرا اشتراک در انتخابات مهم است؟ هموطنان بسیار عزیز، من می فهمم که انارشی که در کشور موجود است، که جنگ سالارا، مفسدین، غاصبان دارایی های عامه در این 17 سال ایجاد کردن و این انعکاس کرده همچنان در مطبوعات کشور، در رسانه های کشور و یک حالت واقعا سردرگمی و انارشی را ایجاد کرده که هر کس هر چی دلش میخواه میگه، هر کس هر چی دلش میخواه میکنه، در سرکا میریزن، با موترهای حتی دولتی را استفاده میکنن، فیرهای هوایی میکنن و بیرق کشوره، پرچم ملی افغانستان، بیرق ملی افغانستان آتش میزنن، به مقدسات ملی افغانستان توهین میشه، مطبوعات زبان بیگانه را استفاده میکنه، مطبوعات رسانه ها از ماها استفاده میکنه که مثلا مرداد و خرداد که نمیفهمیم که ای کدام ماه هست، اصطلاحات را استفاده میکنن که در افغانستان مروج نیست، در هیچ ولایتش، در هیچ ولسوالیش مروج نیست. اما دولتی وجود نداره که در مقابل ای عناصر استاد شود، در مقابل ای زیاده روی ها استاد شود، قانون تطبیق کنه. در این مملکت قانون اساسی وجود داره، در این قانون اساسی ارزش های وجود داره، این ارزش ها باید احترام شود. دموکراسی به معنی انارشی نیست. اگر این جنگ سالارا، زورگویای محلی، زورگویای ملی از حالت انرژی به نفع خود استفاده می کنن، این وقتش باید تمام شده باشه. بعد از 17 سال کافی است ملت افغانستان دیگه حوصله حالت انرژی نداره، باید حکومت قانون به میان بیاره. حکومت قانون کی به میان میاره؟ کسایی که در این انرژی دست ندارن، کسایی که در این غصب دارایی های عامه سهم نداشتن، کسایی که به حیف و میل میلیاردها دلار کمک بین المللی که به افغانستان در 17 سال صورت گرفته دست نداشتن، عواید گمرکی را سوء استفاده نکردن، پروژه های خیالی نساختن، مشاورین خیالی نداشتن. هموطنان عزیز، دموکراسی به این حالتش برای یک قشر بزرگی از روشن فکر ما حالت انزجار به بار آورده که از تا حتی از دموکراسی بیزار شدن، از آزادی بیزار شدن. اما برادرها و خواهرای عزیز، ما عرض میکنم که برای دموکراسی هیچ بدیلی وجود نداره.
اگر دموکراسی به می شکلی که در افغانستان است که تا گلو در گل است، در لجن است، پایشان شکسته، امی دموکراسی نیمبند پر از گل و لای با پاهای شکسته بنداش شده باز هم بهتر از دیکتاتوری است. چون دیکتاتوری شما نمیفهمید که کی در قدرت می باشد. شما نمیتونید انتخاب کنید که کدام دیکتاتور بیا بالا شما دیکتاتوری کنه یا دولت مطلق الانان ایجاد کنه. ما نمونه های دولت های مطلق الانان در افغانستان دیدیم. میخواییم طالبا نظم آهنین طالبانی را دوباره در اینجا ایجاد کنن؟ خب اگر از دموکراسی خسته شدیم و نتایج دستاوردهای دموکراسی را که مفسدین او را به انرژی عوض کردن تقلیل دادن، اگر از او خسته شدیم، آیا میخواییم دوباره ما نظم طالبانی را ایجاد کنیم؟ خب من مطمئن هستم که اکثریت مردم افغانستان نظم طالبانی را خوش ندارن، همچنان که انرشی مجاهدین خوش نداشتن، دولت انرشی ربانی مسعود خوش نداشتن که مملکت در حالت بیبندوباری بود، دولت وجود نداشت، هر کس در هر شهرها بندر ایجاد کرده بود و تکس و مالیه میگرفت از مردم، جزیه میگرفت بگویم بهتر است از مردم، عواید گمرکی به جیب جنگسالارها میرفت، هر جنگسالار هر بندر که گرفته بود عوایدش به جیب از او میرفت، ناموس مردم مسئول نبود. دولت مجاهدین ربانی مسعود یک دولت نمونی، یک حالت انرژی در افغانستان. اردوی افغانستان منحل شده بود به دستور بیگانه، به دستور استخبارات پاکستان، به دستور دولت پاکستان اردوی افغانستان منحل شده بود، قائم مسئله افغانستان منحل شده بود، وسایط از او به قیمت آهنپاره به پاکستان فروخته شده بود و در نیروهای امنیتی وجود نداشت که از جان و ناموس مردم دفاع کنه، از مال مردم دفاع کنه. به می خاطر طالبا آمدن، طالبا اون انضباط آهنین آوردن، تمام آزادی های اجتماعی را ممنوع کردن، کشور بودن به حالت دوران ما قبل تاریخ بگویم، عصر تاریخ، دولت بودن، کشور بودن در به عصر باستان، تلویزیون ها را در تا اویزان کردن، آثار تاریخی افغانستان، مجسمه های باشکوه بامیان که بیش از هزار سال پابرجا بود تخریب کردن، این مجسمه ها سلطنت ها و امپراتور های مانند سلطان محمود غزنوی را تیر کرده بود، چنگیز خان را تیر کرده بود، ساقط نشده بود، اما طالب های یار چون به ارزش فرهنگی و باستانی ای آثار تاریخی آگاه نبودن، با تصورات باطل از دین، با تصورات ناقص از دین یارو نابود کردن، گنجینه های باستانی ما رو نابود کردن. بنابراین این نوع دیکتاتوری را یا این نوع مطلق الانانی را ما مطمئن استیم که ما نمیخواییم. بهترین دوران مطلق الانانی در افغانستان دوران ریاست جمهوری سردار محمد داوود خان بود. من مطمئن استم میلیون ها نفر سردار محمد داوود خان دوست دارن. در جامعه امنیت برقرار بود، رفاه اجتماعی تا حدود زیادی وجود داشت، اقتصاد رشد میکرد، تولید وجود داشت، پروژه‌های انکشافی تطبیق میشد، اما روشنفکرها ناراض بودن، اجازه بیان نداشتن، اجازه انتقاد از دولت نداشتن، مخالفین سیاسی فرار کردن، رفتن به استخبارات بیگانه پناه بردن و تا امروز ما ضربه زیر میخوریم.
مخالفین سیاسی اعدام شدن. محمد هاشم خان میوندوال صدر اعظم دموکرات افغانستان زیر لگت های اعضای امنیتی دولت سردار محمد داود خان کشته شد. جنرال های اردو اعدام شدن. یعنی ما یک تعداد اگر از بعضی جنبه های یک رژیم مطلق العنانی راضی هستند، از بسیاری جنبه های دیگه از اون ناراض هستند. بنابراین دموکراسی یگانه بدیل منطقی در کشور است، در جامعه است. دفاع از دموکراسی و دفاع از بنیادهای دموکراسی، سازمانهای دموکراتیک، شورای ملی، مطبوعات، تفکیک قوا، قوای مقننه، قوای قضایی مستقل، قوای موجودت قوای قضایی مستقل حیاتی است در یک جامعه. این به اصطلاح کنترل است در مقابل مطلق العنانی دولت ها. ما سه قوا داریم: مقننه، قضایه و اجراییه. استقلال از یا از هم دیگه ضروری است. در زمان جمهوری داود خان خود رئیس جمهور همه قوا زیر دست شد. ما قوی مقننه نداشتیم، پارلمان منحل کرده بود، قانون اساسی نبود، آزادی و استقلال قوی قضایی از بین رفته بود. بنابراین یک آدم با فرمان خود همه چیز اداره میکرد. خب این حالت آرامش قبل از طوفان است. بالاخره این طوفان برپا میخیزه و خوب از بین میبره. و طوری که دیدیم در ظرف 40 سال گذشته این طوفان خوب و بد خراب کرد. کسایی که داود خان به قدرت رسانده بودن او را سرنگون کردن. ما میتونستیم به دموکراسی اعتقاد داشته باشیم، ما میتونستیم به دموکراسی اعتماد داشته باشیم، ما میتونستیم دموکراسی را فرصت بدیم تا بالغ شود. بسیاری ها انتقاد میکنند که دموکراسی افغانستان آماده برش نبود. این یک کشور بی‌سواد است، 95% 90% بی‌سواد است، مردم نان ندارند، دموکراسی چی میکنند؟ این حرف پوچی است. هندوستان فقرش بیشتر از ما بود، پاکستان فقرش بیشتر از ما بود وقتی به استقلال رسیدند، اما هر دو کشور راه دموکراسی را در پیش گرفتند. در هندوستان با وجود فقر عظیمی که وجود داره، باور کنین وقتی بار اول در سال 1980 به بمبئی رفتم، شام از سینما برآمده بودیم با فامیل خود، من میلیون ها فامیل و انسان در سرک ها، در کنار جاده ها، در استیشن های ترن خواب دیده می دیدم که خواب بودن فامیل ها، اولاد ها، هیچ چیز نداشتن. تفلکش لول خورده بود، در جوی چف زده بود، خواب بود. فقری که در هند وجود داشت، اما با وجود از اون به دموکراسی خود پابند بودن. در 70 سال گذشته یا با اعتقاد داشتن به دموکراسی، با تمام مشکلات، با تمام نارسایی ها، نواقصی که دموکراسی داشت، تقلباتی که در دموکراسی صورت میگیره، این ناممکن است که در کشورهای رو به انکشاف در دموکراسی ها تقلب نشه. این عملی نیست. این کشورها عقب مانده هستن. سطح فهم پایین است. اون قسمی که مخالفین دموکراسی میگن بی‌سوادی زیاد وجود داره، زورمندهای محلی نفوذ میکنن در دموکراسی، باز هم بهتر از دیکتاتوری، چون ما دیکتاتوری رو نمیتونیم تعیین کنیم که کی بالای ما حکومت کنه، اما دموکراسی رو میتونیم. میگن باید دموکراسی شرایطش موجود شوه و مردم باثبات شوند و اقتصاد بهتر شوه، سطح زندگی بالا بره، بعد دموکراسی رو معرفی کنیم.
یعنی داوودخان میخواسته که با انکشاف اقتصادی در افغانستان و با تعمیم سواد همگانی بعدا دموکراسی را معرفی کنه. این کار عملی نیست. مثال زندش ما در ایران دیدی. در ایران شاهنشاه ایران امیرا را در پیش گرفت، دموکراسی را ممنوع کرد، احزاب سیاسی را ممنوع کرد، به هزاران فعال سیاسی را اعدام کرد، در ساواک بالای یعنی سازمان امنیتی ایران بالای شانه‌های مردم حکومت میکرد، یک حزب خود ساخته را که حزب رستاخیز ملی نام مانده بود این اجازه فعالیت داده بود، مثل که داوودخان میخواست حزب غرزنگ ملی را تنها حزب کشور بسازه. در ایران شاهنشاه این رستاخیز ملی را اجازه داده بود و هدفش این بود که وقتی مردم از لحاظ اقتصادی و حالشان بهتر شد و سواد همگانی شد، بعدا به تدریج دموکراسی را توسعه بدن. اما این ما دیدیم که تجربه ایران چیم، مردم اجازه نداد، مردم انقلاب کردن، دولت شاهنشاهی را سرنگون ساختن. اگر این را خمینی و اسلامیستا نمی گرفت، کمونیستا می گرفتن. بنابراین باید به دموکراسی اعتماد کرد، باید در پهلوی اعتماد اجازه داد به دموکراسی که فعالیت کنه. انستیتوشن ها یا سازمان ها، موسسات یا بنیاد های دموکراسی را تقویت باید کرد، از طریق قوانین، قوانین مطبوعات، مثلا آزادی بیان، آزادی گفتار حق مردم است، اما این باید در چوکات قانون باشه. آزادی مردم آزاد هستند هر عملی که میکنن، اما این باید در چوکات قانون باشه. آتش زدن بیرق ملی خیانت است. امریکا بزرگترین دموکراسی دنیاست به ظاهر. اگر کسی در امریکا بیرق ملی امریکا را آتش بزنه، جزای سنگینی به او داده میشه. حتی اگر به دموکراسی امریکا کسی توهین کنه، به او جزا داده میشه. بنابراین هر چیز در چوکات قانون است. دولت نهادهای دموکراسی را باید تقویت کنه. اول خود دولت باید دولت مسلکی باشه. اداره دولت منظور اداری دولت باید مسلکی باشه. حکومت، اعضای حکومت، اعضای پارلمان، رئیس جمهور، معاونینش، وزرا یا نمیتونن مسلکی باشن. میتونن باشن، اما یا اصلا پست‌های سیاسی هستن. بنابراین با تعریف خود این پست‌های سیاسی است که در دموکراسی از طریق انتخابات این پست‌ها رو به دست میارن. رئیس جمهور مستقیماً برای مردم انتخاب میشه، پارلمان توسط رای مردم انتخاب میشه، بنابراین این پست های سیاسی هستن. اما اداره دولت از موین گرفته تا به پیاده این مسلکی است. موین وزارت نباید سیاسی باشه، به هیچ حزبی سیاسی باید ارتباط نداشته باشه. این باید با سلسله مراتب اداری به مقام موینیت رسیده باشه. پست مسلکی است، مانند تمام دولت های دموکراسی دنیا پست اداری است. ببخشید، خب ما وقت دموکراسی را میتونیم تقویت کنیم که سازمان های بنیاد های دموکراسی را تقویت کنیم. یکیشم همین اداره دولت است، اداره مسلکی دولت. اداره دولت در خدمت حکومت وقت است. امروز اشرف غنی در حکومت است، فردا شاید در انتخابات بعدی به طور مثال عبدالله در قدرت می باشه، ریاست جمهوری را می گیره. بنابراین این اداره دولت اما قسمی که به اشرف غنی کمک می کرد و با او عملش اجرا می کرد،
بهمو قدرت بهمو علاقمندی باید قادر باشه تا اوامر رئیس جمهور بعدی را یا دکتر عبدالله را به طور مثال در دور بعدی اجرا کنه. در فاصله که در مثلا در استرالیا در فاصله که انتخابات صورت میگیره دولت در حالت تعلیق قرار میگیره. اداره دولت برای هر دو کاندید به طور مساوی معلومات ارائه میکنه. هیچ مامور، هیچ کارمند دولت در مسائل سیاسی ابراز نظر نمیکنن. پلیس وظیفه اداره دولت تطبیق پالیسی های دولت بر سر اقتدار است. در افغانستان اداره دولت شامل مقام والی هاست، شامل قماندان های امنی است. البته قماندان های امنی در تمام دنیا پست مسلکی است و شامل اداره دولت است، اما در افغانستان حتی والی پست اداری است، از طرف رئیس جمهور به فرمان رئیس جمهور تعیین میشه. بنابراین از والی گرفته تا قماندان امنیه تا اشخاص کسای دیگه که در امورات دولت اجرا میکنن و حق ندارن در امور سیاسی مداخله کنن، ابراز نظر کنن، مخالفت کنن با دولت. هر نوع انتقاد در چوکات دولت از طریق سلسله مراتب اداری صورت میگیره. همون متاسفانه در افغانستان مسائل کسی بسیاری ها نمی فهمن. جنرال رازق در قندهار می خیزن می گه که من پدر کس پس کده نمی تونن. و هر رو حالا یک مدت از آرام است، نمی فهم که چطور شده که چپ است. اما یک سال پیش هر وقت یک گپ سیاسی می شد یادم در پشت کمرا قرار می گرفت و ابراز نظر می کرد. کماندان های امنیه در دیگه کشورها ابراز نظر میکنن، اما در مسائل مسلکی خود میکنن. یک جای اکسیدنت شده خبرنگار میاد و پسان میکنه این راجی بو که یک جای آتش سازی شده در گرفته ای را در او صحبت میکنه، قتل شده راجی به او صحبت میکنه، عمل تروریستی شده راجی به او صحبت میکنه. اما ای در افغانستان ای اشخاص مستقیما پالیسی دولت انتخاب میکردن. خب خلاصه میکنیم، ما به دموکراسی ضرورت داریم. دموکراسی نیاز به حمایت داره. حمایت از طرف دولت، حمایت از طرف مردم، حمایت از طرف جامعه. باید به دموکراسی فرصت داده شود. بدیل دموکراسی دیکتاتوری است. دیکتاتوری هیچ کس نمیخواد. شاید دیکتاتور امروز طرف مورد علاقه خودت باشه. طالبا بسیار طرفدار دارن، شاید دیکتاتوری طرفدار زیاد داشته باشه، اما بسیار هم مخالف هستن. بنابراین ما نمیتونیم یک رهبری را که دیکتاتور است او دیکتاتور خوب و بده نمیتونیم تشخیص بدیم. ما نمیتونیم تعیین کنیم که این دیکتاتور خوب است، این دیکتاتور بد است. هموطنان بسیار عزیز، بنابراین حمایت از دموکراسی وظیفه و واجبه هر فرد افغان است. و این حمایت فعلا چه قصدی میگیره؟ باید در انتخابات اشتراک کنیم. چرا اشتراک کنیم؟ برای اینکه اگر ما اشتراک نکنیم فاسدین، غاصبین، جنگسالارا، تکه‌دارای جهاد اشتراک میکنن. پسرهای خود، دخترهای خود، زنهای خود، خیش و قوم خدا کاندید کردن. چرا؟ برای اینکه او میترسن که یک دولت مردمی از یا بازخواست خواد کرد، سرمایه های قارونی از ایها را تحقیق خواد کرد، شکایات را که مردم کردن از این مردم در محاکم و توسط سارنوینا بررسی خواد کرد. شما فکر نمیکنید در مزار چقدر شکایت شده از در 10 سال گذشته، در هرات چقدر شده، در جلال آباد چقدر شده، در قندهار شده؟ این شکایت ها کلش فعلا در
مختوم است، کسی سنیش نمیخونه. از بمی خاطر ای غاسبین، ای دزدا، ای جنگ سالارا ائتلاف تشکیل میدن، ائتلاف تشکیل دادن تا همچنان با قدرت بچسبن، همچنان دولت در اختیارشون باشه. بتا شما چند روز پیش، دو روز پیش شنیدم که در بندر حیرتان جنگ شده بین پسر امان الله گذر و برادرزادی عطا محمد نور، که یکیش در اونجا قماندان هم نیست و یکی دیگهش کمیسار سرحدی است. شما فکر کنین این دو نفر از یک گروه سیاسی که شورای نظار باشه و جمعیت اسلامی باشه، یک مهمترین بندر تجارتی افغانستان در قبضه خود دارن. چرا؟ و حالا سر پول و سر منافع و تقسیم، سر به اصطلاح سر تقسیم به هم جنگیدن. ده 17 سال بندر حیرتان در اختیار عطا محمد نور بود ای پول و ای اوائد. از ای اول در اوائل که مزار یا گرفتن مزار، خبر داریم بعد سال 2001، بعد سپتامبر 11، جنرال دوستم محقق و عطا محمد نور مشترکن با قوای سپیشل فورسز امریکایی و گرین بریتس بریتانیایی مزار گرفتن. عطا محمد نور مستقیم رفت بندر حیرتان اشغال کرد، مزار ایلا کرد، چون بندر حیرتان پولساز بود. تا امروز بندر حیرتان در اختیار عطا محمد نور و فامیلش است. حالا که میبینیم برادرزادش در اینجا این میلیون ها دلار، این میلیارد ها دلار از کجا شده؟ تمام تجارت افغانستان 80% از طریق بندر حیرتان است، به اروپا، به روسیه، به دیگه کشورها واردات و صادرات است. ای یک دولت مردمی متوجه موضوع می باشه. ای عواید دولت است، عواید گمرکی، با ملت مربوط است، بیت المال است، بیت المال مردم افغانستان است. یک دولت مردمی این از ای حالت، ای حالت ختم میکنه. دست غاصبین، جنگ سالارا را، دزدارا از دارایی های عامه دور میکنه. به می خاطر یا ائتلاف ها تشکیل میدن، به می خاطر باید جوان ها، مردم، زن ها، روشن فکر ها، کسایی که قلبشان به افغانستان می تپه، باید در انتخابات سهم بگیرن. کسایی که می تونن در افغانستان هستن، ثبت نام کنن، ثبت نام کنن و سهم بگیرن. اجازه نتن دوباره دزدا و عوامل از اونها بر پارلمان را پیدا کنن. امیدوار هستم مسائلی که مطرح شد مورد دلچسپی هموطنان عزیز قرار گرفته باشه. با امید دیدارها و صحبتهای بعدی. تشکر.